طالبان خانه‌های اهالی ولایت پنجشیر را به زور غصب می‌نمایند. در 3 ماه گذشته 50% مراکز آموزشی در سراسر افغانستان بسته شدند. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا می‌نمایم تا پایین این ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را سابسکرایب نمایید. در ادامه مشروع خبرها، خبر عاجل و فوری که همین اکنون به دست ما رسیده است. طالبان خانه های اهالی ولایت پنجشیر را به زور غصب می کنند. با گزارش یک تن از منابع محلی از مربوطات ناحیه 4 شهر کابل، طالبان با استفاده از صلاحیت و سندهای جعلی دست داشتهشان خانه یک تن از اهالی ولایت پنجشیر را که به اتهام این که با جبهه مقاومت ارتباط دارد غصب کرده است، در حالی که مقامات طالبان می گویند که جان و مال شهروندان افغانستان در امان است، اما زیر دستانشان دست به غصب اموال و خانه های مردم می زنند. در 3 ماه گذشته 50% مراکز آموزشی در سراسر افغانستان بسته شده است. با گزارش اسپوتنیک، سنجر خالد رئیس عمومی اتحادیه مراکز آموزشی خصوصی افغانستان به طلوع نیوز گفت، تحولاتی که در افغانستان آمد سبب شد تا فعالیت 40 تا 50% مرکزهای آموزشی متوقف شود. کم بودن دانش آموز و نبودن انگیزه از علتهای عمده است. از سوی دیگر هم برخی از دانش آموزان میگویند که بسته بودن مکتبها و دانشگاه ها سبب شده است تا از علاقمندیشان برای آمادگی با آزمون کانکور کاسته شود. تشکر از توجهتان. برای بهبود مطالب کانال ما را سابسکرایب نمایید و همچنان این ویدیو را لایک و به دوستان خود به اشتراک بگذارید. و سلام.